مدت هاست که کارشناس های محیط زیست بر اهمیت جنگل ها برای سلامت محیط زیست، جذب گازهای گلخانه ای و تاثیر مثبت بر تغییرات آب و هوایی تاکید می کنند و بر این اساس بسیاری از کشورها برای حفاظت و گسترش جنگل ها تلاش می کنند. کشورهایی هم برعکس به قطع بی‌رویه درختان برای توسعه اقتصاد و صنعت ادامه می دهند. وضعیت در ایران چطور است؟ اخیراً مدیر کل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌های ایران گفته بود که در طول سال‌های 2015 تا 2020 سالانه 12,000 هکتار جنگل در ایران تخریب شده است. در سال‌های اخیر کارشناس‌های محیط زیست و حفاظت جنگل در خصوص جنگل زدایی در ایران هشدار می‌دهند. یکی از این کارشناس ها مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست، مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است. آقای مظفر شیروانی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم از دعوتی که به عمل آورد. آقای شیروانی، در خصوص اهمیت جنگل ها برای محیط زیست خیلی زیاد صحبت میشه. خود شما شاید بیش از هر کسی دیگه در این زمینه هم صحبت کردید، هم نوشتید و هم درگیر پروژه های عملی برای در نقاط مختلف دنیا برای به حفاظت جنگل ها بودید. خیلی خلاصه میشه شما بفرمایید که چرا این همه بر تأثیر جنگل ها بر محیط زیست تکیه میشه؟ باید خدمتتون اول عرض کنم که قبل از اینکه به موضوع بپردازیم، اجازه بدید کوتاه به این مطلب بپردازم که اصلا محیط زیست چی است. وقتی ما از محیط زیست صحبت میکنیم، عملا به 4 تا مقوله بایستی برخورد کنیم و اونها را مورد توجه قرار دهیم. این 4 مقوله نبایستی تغییر کنند. یکی خاکه، یکی آبه، یکی حواست و یکی هم صداست. این 4 مقوله وقتی تغییراتی درش به وجود بیاد، در هر کدام از اینا هر تغییراتی به وجود بیاد، میگیم که تغییرات محیط زیستی ایجاد شده. مهمترین اینها یا یکی از اونها خاکه. شما میدونید که ما فرسایش خاک را داریم، از دست رفتن خاک مخصوصا در جاهایی که جنگل و پوشش گیاهی خیلی ضعیف هست یا نابود شده، شما فرسایش خاک شدیدی را میبینید و متعاقب اون هم طبیعیه که انتظار سیلاب های وحشتناک را خواهید داشت. مطلب دوم مسئله آبه. آب یک چند دید بایستی بهش برخورد کنیم. یکی این که اولا بتونیم یک کاری انجام بدیم که بارندگی بشه، یعنی ما یک توانایی را به وجود بیاریم که بتونیم از امکانات جوی استفاده کنیم، به یک زبان ساده‌تر بتونیم ابرا را بدوشیم. وقتی بارندگی صورت گرفت، این مسئله کافی نیست. بایستی ما بتونیم آبها را به داخل حفره‌های زیرزمینی نفوذ بدیم و در فصل بهار یا فصول گرم سال اونها را بتونیم به صورت چشمه و به صورت آبهای جاری خارج کنیم. مطلب سوم مسئله صدا هست. شما حتما متوجه شدید که در شهرهای بزرگ یکی که سر و صداها زیاد هست، سعی میکنن که پوشش گیاه سبز شهرها را به صورت پارکها و غیره افزایش بدن. مسئله چهارم مسئله صدا هست. امروز یکی از معضل‌های جهان مسئله تغییرات اقلیمی هست. وقتی راجع به تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنیم، در حقیقت راجع به گازهایی صحبت می‌کنیم که در هوا هستند. اینها را ما به 2 دسته تقسیم کردیم، یا ما نه به طور کلی، یه سری گازهای گلخانه‌ای هستند، یه سری گازهای اسیدی هستند. که ماسه امروز ما بیشتر حول و حوش گازهای گلخانه‌ای است. گازهای گلخانه‌ای گازهایی هستند که باعث گرم شدن هوای کره زمین میشن. مهمترین این گازها گاز انیدرید کربونیک. اگر به این 4 تا مؤلفه‌ای که الان اشاره کردم
بخوام برگردم، شما میبینید که هر تغییر و تحول بیولوژیکی که بخواید در این محیط به وجود بیارید لازمش اینه که شما از منابع جنگلی استفاده کنید. یعنی برای جلوگیری از فرسایش خاک مجبورید که فضای سبز ایجاد کنید، پوشش گیاهی را افزایش بدید. اگر بخواید آبها را به سفره‌های زیرزمینی و مانع از سیل بشه، بازم احتیاج به پوشش گیاهی دارید که نگذارید خاطر دست بره. راجع به صدا صحبت کردم و راجع به گازهای گلخانه‌ای، یکی از مهمترینشون گاز CO2 است که این گاز CO2 تنها وسیله‌ای که میشه اونها را به طریق بیولوژیکی کم کرد مقدارش را در هوا. اینها درخت ها هستند که با تغییرات فتوسنتزی که انجام میگیره انیدرید کربونیک را جذب میکنن در روزها و اون را بعد در شب به صورت اکسیژن پس میدن. این مقدار انیدرید کربونیک در داخل چوب درختان ثبت میشه و نگهداری میشه، یعنی انیدرید از بین هیچ وقت نمیره. دقیقا، خیلی خیلی قشنگ توضیح دادین و مشخص شد که اهمیت جنگل ها برای محیط زیست چی هست. ولی حالا قبل از این که به وضعیت جنگل ها در ایران بپردازیم، آقای شیروانی راجع به خود میزان جنگل های ایران صحبت بکنیم، برای که جنگل های ایران از 3 میلیون هکتار تا 16 میلیون هکتار صحبت شده. دقیقا ایران چقدر جنگل داره؟ این یک سوال خیلی خوبیه، به این دلیل که ما مرز بین جنگل و به اصطلاح کشاورزی یا زمین های دیگه را به صورت دقیق نداریم. ما یه سری عکس های هوایی از قدیم داشتیم، یه سری عکس های هوایی جدید هم داریم، ولی اینها به صورت زمینی واقعا مثل کشورهای اروپایی دقیقا اندازه گیری نشدن و این مرزها کاملا در طی زمان تغییر کردن. بنابراین شما اختلاف سطح اختلاف مثلا این مقدار را میبینید. اما قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم اجازه بدید راجع به کل جنگل های ایران صحبت کنیم. ایران در یک منطقه واقع شده که سطح جنگل هاش حدود 14.5 میلیون متر مکعب، 14 میلیون متر هکتار ایران به طور کلی جنگل و عرصه جنگلی داره. وقتی صحبت از جنگل میکنیم این جنگل ها جنگل ها همشون جنگل های انبوه نیستن، این اختلاف زیادی دارن. به طور کلی این جنگل های ایران در 5 ناحیه رویشی پخش شدن. جنگل های هیرکانی هم با بارندگی زیاد، جنگل های زاگرس، جنگل های عرس بارانن و جنگل های ایرانی تورانی هستند و جنگل های حوزه خلیج فارس. اینها به طور کلی جنگل های ایرانی هستند که کیفیت این جنگل ها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. اینکه نمیتونن دقیقا سطح این جنگل ها را تعیین بکنن، این به نظرم یه کار خیلی بدیهیه و الان شنیدم که یک کاتاستر دارن این برنامه را پیاده میکنن که بتونن سطح دقیق این جنگل ها را تعیین بکنن. بسیار خب، حالا اجازه بدین راجع به خود به اصطلاح وضعیت جنگل ها صحبت بکنیم. در خصوص وضعیت فعلی جنگل های ایران، 3 سال قبل جناب شیروانی هفته‌نامه همشهری جوان یک گزارشی منتشر کرد و در پایان گزارشش نوشت که این آمار و ارقام دلهور آور را بخوانید، بلکه توانستید کاری بکنید و از نابودی ریه های ایران جلوگیری کنید. حالا آمار و ارقام، حالا من چند قلمش رو میگم که فقط روشن باشه اون چیزهای اصلیش رو. میگه که ایران در بین 6 کشور مخرب جنگل در دنیاست. سالانه 6 میلیون متر مکعب از جنگل های شمال برداشت میشه. در 41 سال گذشته میگه 200,000 هکتار مساحت جنگل ها و مراتع سوخته. در هر ثانیه 360 متر مربع از مساحت جنگل و مراتع ایران نابود میشه. 10 میلیون متر مکعب مساحت عرصه های جنگلی مازندران برای ویلاسازی تخریب شده. این گزارش نهایتا نتیجه میگیره که اگر این روند ثابت بمونه، به این شکل بمونه، تا 60 سال دیگه در ایران جنگلی نخواهد بود. آیا واقعا وضع جنگل های ایران به این بدیه آقای شیروانی؟ من فقط میتونم بگم این خیلی دور از واقعیت نیست، برای اینکه اول باید جدا کنیم منظور از این جنگل ها جنگل های کجا هستند. به عنوان مثال جنگل های هیرکانی حدود 40 سال پیش که من ایران را ترک کردم
اون موقع 3.5 میلیون متر مکعب سطح جنگل های هیرکانی بود. امروز صحبت از 2 میلیون 1.5 میلیون متر مکعب هکتاره، یعنی حدود تقریبا 1.5 تا 2 میلیون متر هکتار از این جنگل ها از بین رفتن. اینها یا به کار تبدیل کاربری در اونها صورت گرفته، به زمین های کشاورزی یا صنعتی یا غیره تبدیل شدن. یعنی کم شدن سطح جنگل های ایران با توجه به وضعیت کنونی خیلی دور از واقعیت نیست. این مشکل فقط شامل حال جنگل های هیرکانی نیست، فاجعه بارتر از این که خیلی واقعا اسفناک هست در جنگل های زاگرس، در جنگل های ایرانی تورانی است که تقریبا در عرصه وسط ایران قرار دارند و جنگل های ارسپانلان هم وضعیت بهتری از اینها ندارند. دلیلش هم میشه به این واضحی روشن کرد، برای اینکه اولا مرز جنگل ها مشخص نیست، بعضم تجاوز به این جنگل ها خیلی سریع صورت میگیره و سیاست توسعه کشاورزی هم امکان قانونی تبدیل این عرصه های منابع طبیعی را به زمین های دیگر متاسفانه به عنوان باغداری یا غیره فراهم کرده. حالا در سالهای اخیر تیتر خیلی، فقط علاوه بر اون نقل قولی که من از هفته نامه شهری جوان کردم که بالا 3 سال پیش بود، حتی تا ماهای اخیر کماکان تیترهای خیلی نگران کننده ای درباره وضعیت جنگل ایران میده که خود مدیر کل دفتر مهندسی مطالعات سازمان جنگل ها مراتب و آبخیزداری اعلام کرده که در سال بین سالهای 2015 تا 2020 سالانه 12 هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده. حالا عامل اصلی یا عوامل اصلی تخریب جنگل ها چیا هستند؟ باز همین عامل تخریب را باید باز تخریب را ببینیم که منظور این فرد چی است. آیا منظور از این تخریبی که منظور از به کار بردن این تخریب اینه که این جنگل ها یعنی موجودی سرپای اینها تخریب شده؟ اگر این مطلب درست باشه، منظور از به اصطلاح این ستاد این باشه، این درست است. یعنی شما علت اصلی جنگل های ایران که از زمان سایی تا الان و شاید خیلی جلوتر باعث نابودی تدریجی این جنگل ها شده، به عنوان عامل اصلی نابودی جنگل ها هست، دامه. این دام مانع از این میشه که هیچ گونه زادآوری صورت نگیره. مسئله دوم بهره برداری های بی رویه است. این بهره برداری ها تا حدود مثلا در 20 سال قبل به صورت زغالگیری بود در جنگل های زاگرس و مصارف روستایی بود و تبدیل به زمین های کشاورزی و غیره. در جنگل های هیرکانی با وجود طرح‌های منسجمی که درست کرده بودند، در اونجا هم یه مقداری برنامه‌برداری‌های صنعتی صورت گرفت. بنابراین و خیلی از عرصه‌هایی که تخریب شده بودند، اینها به حال خودشون رها شدن و دام اونجا واقعا داره بیداد می‌کنه. یک اتفاق غیر منتظره‌ای در 4 سال پیش که واقعا منحصر به فرد در دنیا و در هیچ جای دنیا من به این شکل واقعا ندیدم، یک طرحی را اومدن تصویب کردن به نام طرح تنفس. اینها متوجه شدن که بعضی از طرحهای جنگلداری که در شمال تصویب کرده بودن، در موقع اجرا به یک دلایل خاصی که در کشور بود بیشتر از میزانی که در طرح پیش بینی شده بود گویا چوب برداشت شده. بنابراین اینها اومدن فکر کردن که خب بیایم 10 سال به این جنگل ها استراحت بدیم تا بتونیم برنامه مشخصی تعیین کنیم. در این عرصه، در این مدت که الان 4 سال از اون میگذره، جنگل ها بدون صاحب رها شدن. قاچاق چوب، چرای دام واقعا بیداد میکنه و این عرصه هر روز و بیشتر و بیشتر به سوی نابودی سوق پیدا میکنه و وضعیت بسیار بسیار اسفناکی هست. یعنی اگر وضعیت به این شکل جلو بره، من نمیتونم آینده این جنگل ها واقعا در 20 سال آینده، حالا شما فرمودید 60 سال خیلی خوشبین هستید، من فکر میکنم نقل قول کردم، البته نظر سال من آینده خیلی خیلی چراغ روشنی بتونم برای این وضعیت نشون بدم.
حالا علاوه بر همین ها مسئله قاچاق چوب و هستش که خیلی جالبه که بیشتر قاچاقچیانی که بر اساس گزارش هایی که رسانه های ایران میدن قاچاقچی ها از مردم خود محلی اون منطقه هستند و این های ظاهرا متوجه نیستن که چه به سر محیط زیست خودشون دارن میارن. یکی از مشکلات جوامع در حال توسعه همین هست و اون این که وقتی که بیکاری و فقر در جامعه حاکم میشه و هیچ امکانی برای اشتغال زایی فراهم نیست، بنابراین خب روستایی ها برای و طرح تنفس مخصوصا به این مشکل دامن زده، برای اینکه صنایع بزرگ چوب و کاغذ در شمال ایران که تولیدشون خیلی مصرفشون خیلی زیاد است و نئوپان و غیره، اینها نیاز زیادی دارن به چوب و وقتی چوب قاچاق اعلام شد یک برنامه اینا تعیین کردن، گفتن ما باید بریم از خارج چوب وارد کنیم. اولا امکان وارد کردن چوب از خارج نبود، مضافاً به اینکه این کارخونه ها چوبی که احتیاج دارن چوب بسیار ارزونیه و اصلا اقتصادی نیست از خارج وارد کنیم. مسئله سوم این که چون نیاز زیاد بود، عرضه کم بود، مردم هم بیکار بودن، اینها شروع شد تجاوز به این جنگل ها واقعا در یک سطح گسترده‌ای توسعه پیدا کنه و این یک معضل بزرگی هست. قیمت چوب بالا، مردم بیکار، جنگل ها بی صاحب رها شدند و این منحصر به جنگل های شمال نیست، حتی این تجاوز به جنگل های زاگرس که از شمال فاصله داره یا جنگل های ارس باران و غیره هم هست، مضاف به این که خب محصولات باقی هم هرچه چوب هست مردم قطع میکنن چون قیمت مناسب هست و خوبه و اینها را میارن به بازارهای داخلی یا غیره میفروشن و این یک معضل خیلی بزرگی هست. بسیار، حالا نقش حکومت این وسط چیه جناب شیروانی؟ چطور جنگل با این سرعت و به این میزان داره جلوی چشم حکومت نابود میشه و ظاهرا برنامه ای برای جلوگیری از اون نیست؟ ببینید، ما نباید اول فراموش کنیم که جامعه ایران، وقتی میگم جامعه منظورم اونجایی نیست که جنگل در اون منطقه وجود داره، به طور کلی به غیر از شمال نقطه به اصطلاح جنگل در سطح جامعه ایران اون معنای واقعی که در همه جای دنیا داره اصلا پیدا نکرده. یعنی وقتی یک دونه روستایی یا کسی دیگه زمین جنگلی را تبدیل میکنه به زمین کشاورزی، به اصطلاح خودش فکر میکنه اون زمین را احیا کرده. اینکه این جنگل ها چه نقشی دارن، چه اهمیتی دارن، زندگی این آدم ها چقدر به این جنگل ها وابسته است، این مطلبیه که اینها کمتر به اون توجه میکنن. راجع به دولت فرمودید، ببینید دو تا مسئله هست، ممکن بود شاید سوال بعدی شما این خواهد بود یا نه، وضعیت در کشورهای خارج چطوره؟ ببینید در کشورهای خارج وقتی دوره روشنگری شد، عقل‌گرایی یافت، قبل از اون حاکم شد، یعنی غرب متوجه شد که برای نجات انسان ما بایستی منابع طبیعی را نجات بدیم. در کشورهای در حال توسعه و اونهایی که بیشتر تفکر متافیزیکی حاکم بود برشون، میگفتن ما بایستی انسان را نجات بدیم. برای انسان نجات میومد، برای نجات انسان میومدن طبیعت را قربانی میکنن. الان تمام سیاست کشورهای در حال توسعه، همه کشورهای در حال توسعه بر این قرار گرفته که انسانها را سیر کنن. بنابراین برای انسان سیر کردن باید این زمینایی که زمینای فقیر هستند، شیبدار هستند، آماده هستند برای فرسایش، اینها به زمینهای کشاورزی تبدیل میشن، بعد از یکی دو سال از حیز انتفاع میفتن، رها میشن و اینها آماده میشن برای فرسایش بادی، فرسایش خاکی. و این فاجعه تا زمانی که این تفکر انسان اشرف مخلوقات هست در جامعه حاکمه، این سیر باطل همینطور ادامه داره. در برحالی که ما اگر طبیعت را نجات بدیم و انسان را جزی از طبیعت ببینیم، در اون موقع است که میتونیم انسان را نجات بدیم. در غیر این صورت وضعیتی که در آفریقا هست، مشابه این در افغانستان، در استانهای جنوبی شما میبینید ریزگردهایی که پراکنده میشن، شما میبینید جمعیت همه کنده میشه، مهاجرت ها صورت میگیره، میان به طرف شهرهای بزرگ و بیشتر سوق میدا میکنن به سمت شما کشورهای شمالی.
و اینجاست که به اصطلاح وقتی منابع طبیعی از بین رفت، انسان هم پشت سرش اول گاوش از بین میره، بعد گوسفندش از بین میره و بعدش هم از اون خود انسان مهاجرت میکنه. برای اینکه عمق این فاجعه دامداری دامپروری و فجایعی که تفکر کشاورزی وابسته غیر وابسته را در اینجا میبینید، شما هر جای ایران که نگاه بکنید تو این عرصه ها روی دامنه کوه ها شما خطوط موازی همدیگه را میبینید. اینها نشون دهنده چرای مفرط و سیر قهقرایی مراتع است. بدون استثنا هر جاتون از مسافرت میکنید فقط از پنجره ماشینتون نگاه کنید و این خطوط موازی را توی عرصه ها میبینید. یعنی یک جمله دیگه، تفکر گسترش و توسعه دامداری و دامپروری از پایین جنگل ها را میخوره و نمیذاره زادآوری مستقر بشه، از بالا هم که خب غارت صورت میگیره و بعد نتیجه اون خالی شدن جنگل، پراکنش علف های ارض و بلافاصله با یک جرقه اون آتش سوزی های وحشتناکی که به وجود میاد و فجایعی که پشت سر اون ناشی میشه و دست به گریبان این مردم میشه. بسیار خوب، حالا در چند دقیقه که فرصت داریم جناب شیروانی اجازه بدین راجع به چه باید کرد در واقع صحبت بکنیم، به دلیل اینکه شما درگیر پروژه های زیادی در نقاط مختلف دنیا بودید، در واقع مسائلی را مطرح میکنید در این رابطه، از جمله مثلا شما اشاره به دوشیدن ابرها کردید که تا حدودی توضیح دادید، ولی مثلا یه موضوع دیگه ای که شما عنوان میکنید عنوان فلسفه جنگل همگام با طبیعت صحبت میکنید. خیلی کوتاه اگه بفرمایید که چی هست دقیقاً، چه کار باید کرد که به هر حال به این فلسفه جنگل همگام با طبیعت رسید؟ اولا قبل از اینکه همگام یک جمله را بگم، وضعیت منابع به اصطلاح عرصه های جنگل های شمال با جنگل های اروپا به این صورته که جنگل های اروپا، فرض کنیم اتریش، اینها سالیانه 10 متر مکعب در هکتار رشد سالیانه درختاشون. ما در ایران ضمن اینکه شرایط آب و هوای شمال به مراتب از اروپا بهتره، هم درجه حرارت بیشتر هم رطوبت، ما 2 متر و نیم تا 4 متر حد اکثر رشد درختامونه. فرض کنیم اگه 1.5 میلیون هکتار ما جنگل صنعتی داشته باشیم، اختلاف بین 10 تا 4 ششه، 6 ضرب در 1.5 ببینید میشه 90 میلیون متر مکعب ما سالیانه میتونیم از عرصه های شمال بهره برداری کنیم. چه کار کردیم؟ اومدیم این منابع تولیدی را به یک منابع مصرفی تبدیل کردیم، یعنی اینا رو به حال چون رها کردیم، چون دانششان نداریم، تبحرشان نداریم و اینها رو به حال خودشون رها کردیم و این یک فاجعه است. ضمن اینکه گونه هایی که در ایران هستن قابل مقایسه نیستن از نظر کیفی با گونه هایی که در اروپا هستن، برای اینکه اونا گونه های پهن‌برد بسیار گران قیمتی هست. حتی گونه هایی هستن در جنگل های هیرکانی که متر مکعبی 10,000 یورو قیمت ناچیزی است که برای اینها پرداخت میشه. اینها اکثرا سر از بخاری در میاد. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ به نظر من تنها راهی که میشه، باید بدون توقف اطراف وقت برای همه جنگل های ایران اول طرح تهیه بشه. برای اینکه طرح تهیه بشه لازم از این جنگل ها آماربرداری دقیق صورت بگیره، ما چی داشتیم، چی داریم، به کجا میخوایم برسیم و بر اساس اینها بیایم روش جنگل شناسی را پیاده. یکی از روش‌های جنگل شناسی که امروز حرف اول را تو دنیا میزنه اینه که میگه ما این جنگل‌ها را اگر طبیعی هستن یا غیر طبیعی هستن درست همگام با طبیعت اینها را ادا کنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگل کاری نکنیم در اینها. جنگل کاری کار آدم و انسان‌ها، جنگل ها قبل از اینکه انسان ها در اونها دخالت بکنن خودشون زادآوری میکردن. زادآوری جنگل کار جنگله،
کار جنگل را به جنگل واگذار کنیم. فقط عوامل به اصطلاح مانع از رشد جنگل میشه، مثل دام، مثل بهره برداری های غیر اصولی، قاچاق چوب، اینا رو از اون سرشون برداریم و بگذار شرایط را برای رشد اینا فراهم کنیم و با از توجه به طرح جنگل داری که تهیه میکنیم از اینها بهره برداری تولید کار ایجاد کنیم و درآمد کشور را افزایش بدیم. این تنها راهیه که به نظر من میرسه و راهیه که همه دنیا میرسه. شما هر یه خونه ساده هم بخواید بسازید احتیاج به یک طرح دارید، بیتار نقشه دارید. بدون طرح و رها کردن جنگل ها به حال خودشون غیر مصیبتی چینید. و جمله آخر فراموش نکنید، دخالت در جنگل به معنای علمی منظورمه، به معنای تخریب جنگل نیست. دخالت جنگل یعنی حفاظت جنگل و این کار جنگل شناسات. یکی از اونهایی که من فکر میکنم من خیلی بهش معتقدم و در چین و کشورهای دیگه خیلی توصیه کردم، خیلی موفق بوده، همین جنگل شناسی همگام با طبیعت. بسیار خیلی در واقع به نوعی جنگل شناسی یا جنگل کاری همگام با طبیعت به نوعی در مقابل جنگل کاریه نیست. این در مقابل جنگل های کلاسیکه، یعنی در جنگل های کلاسیک همه چیز بر اساس سن تعیین می شد و وقتی بعد از مثلا درست یه کار کشاورزیه، هر کاری در کشاورزی می شد در این جنگل ها هم صورت می گیره، مثل تمام جنگل های اروپا. شما جنگل کاری میکنید، عملیات پرورشی انجام میدید، مبارزه با سموم، مبارزه با آفت میکنید، همه این کارا رو میکنید، بعدم 100 سال میاد قطع یک سره میکنید، مثل کانادا جای دیگه برداشت میکنید. این روش تا الان معمول بوده در همه جای دنیا. این تغییرات اقلیمی، این طوفان‌های شدید باعث می‌شده بود که امسال یا میشه الان که یک باره شما میبینید 150-200 هزار هکتار جنگل در عرض یک ساعت میخوابه. بنابراین اونا اومدن گفتن بیایم از این راه که جنگل های کلاسیک دست برداریم، ببینیم توی جنگل های طبیعی چه اتفاق میفته. یعنی در جنگل های طبیعی باد افتادگی به این شدت نیست، آفت اینقدر طغیان نمی کنه، ناهمسالی هست، ساختار دارن جنگل ها، جنگل زادآوری طبیعی صورت میگیره. هر کاری که در جنگل های طبیعی صورت میگیره ما مشابه این را توی جنگل ها هست انجام بدیم. این را به این دلیل گفتن همگام با طبیعت، یعنی ما درست کاری که طبیعت میکنه انجام بدیم و هیچ کاری را برخلاف طبیعت نکنیم، یعنی در جهت باد حرکت کنیم، لازم نیست مخالف اون حرکت. بسیار خوب جناب شیبانی، وقتمون تقریبا تمومه ولی یک سوال دیگه من از شما بکنم و اون اینه که آیا هیچ وقت تلاش کردید که به هر حال اون این شیوه هایی که شما اینجا اونجا بهش عمل کردید و به خصوص الان اشاره کردید به چین که به هر حال بازدهی خوبی داشته و اینا، به ایران پیشنهاد بکنید و این کار رو در ایران انجام بدید؟ ما حدود 20 سال پیش با این جنگ سازمان جنگل ها دفتر مهندسی که من مسئولیتش رو داشتم یک طرحی با اینا وضع در جنگل های تونکابون و ما قرار بود در اونجا این طرح را پیاده کنیم. چرا اومدن سراغ ما در اتریش؟ برای اینکه اینا جنگل های کوهستانی با شیب های خیلی زیاد بود و ما تعهد کرده بودیم این جنگل ها را جاده بسازیم بدون اینکه عملیات انفجار انجام بدیم، بدون اینکه درختان پایین جنگل را در اثر سنگریزی از بین ببریم و به اصطلاح بدون اینکه عملیات جنگلواری کنیم و بدون اینکه دینامیک جنگل، یعنی توانی که جنگل داره، اون بیودیورسیتی، اون همبستگی که بین موجودات زنده و غیر زنده، علف های کف جنگل اینها هست، این را به هیچ وجه به هم نریزیم ولی بتونیم اونها را هم بهره برداری بکنیم. این جنگل تهیه شد، هزینه هاش پرداخت شد ولی متاسفانه چون منطقه خیلی پرشیب و جالبی بود بین خودشون و سازمان محیط زیست دعوا در گرفت و سازمان محیط زیست گفت نه، اینها را میخوام به صورت جنگل های حفاظتی نگه دارم و متاسفانه سه سال اخیر بزرگترین سیلی که در تونکابون به وجود اومد از حوزه آبخیز همین جنگل ها بود.
بسیار خوب. یک سوال دیگه می کنم و امیدوارم برسیم و این رو اگر خیلی کوتاه هم به من جواب بدید خیلی ممنون میشم. و اون اینه که بانک جهانی در سالهای 2000 برای سالهای 2021 تا 2024 مثل که 200 میلیارد دلار اختصاص داده برای کشورهای در حال توسعه برای حفاظت از جنگل ها یا توسعه جنگل ها، حالا هر چیزی که اسمش میشه گذاشت. آیا این در جهت همون شیوه به هر حال همگام با طبیعت یا اینکه جنگل کاریه، چیه دقیقا؟ یعنی چه نظارتی بانک جهانی داره براش؟ در حقیقت درست همینه. اولا ما از این صندوق نتونستیم تا الان، تا اونجایی که من اطلاع دارم، به علت وضعیت سیاسی نتونستیم از این وضعیت استفاده کنیم. ولی این 200 میلیارد که شما فرمودید قرار از سال 2021، یعنی از سال دیگه، برای مدت 4 سال، هر سالی 40 میلیارد به کشورهای در حال توسعه برای توسعه جنگل صورت پرداخت بشه. حالا ظاهرا این به صورت بدون برگشته، یعنی هدیه میکنه. و اساس روش جنگل شناسی در این جنگل ها، جنگل شناسی همگام با طبیعت که توصیه میکنه. یعنی هیچ جایی الان در دنیا غیر از این متد، وقتی به اصل پایداری جنگل ها ما اهمیت میدیم و پایداری اونها را توصیه میخوایم بکنیم، راهی غیر از این در حال حاضر شناخته شده نیست. و این به نظر من هم یک روش جنگل شناسی بسیار موفق و بسیار آسونه. یعنی از اون پیچیدگی هایی که ما فکر میکنیم لازمه این که صدها کتاب داشته باشه به دور، کاریست بسیار ساده و فقط کافیه که شما از طبیعت ببینید در طبیعت چند جا کاری انجام میگیره، همون کار رو انجام. در طبیعت درختان پیر بعد از یه مدتی سر شاخشون میشکنه، تو خالی میشن، میفتن، یا حفره ایجاد میشه، توی اون حفره درختان بعدی بعض میریزن، زادآوری طبیعی صورت میگیره، درختان جوانی که اونزید بودن روش میکنن میان بالا. این سلت، این دور مرتب تکرار میشه. یعنی درخت ها پیر میشن، خودشون جاشون را میدن به درختان نسبتا جوان، درختان جوان به سن میرسن و یک پیرامید، یک هرم ساختاری در این جنگل های طبیعی است. یعنی پایین یک اشکوبه، میانی یک اشکوبه، بالایی هم یک اشکوبه. در حالی که در جنگل های اروپا اگه شما دقت کرده باشید، همه این درختان سوزنی برگ مثل سربازان کنار همدیگه هست، هیچ چیز روی زمین نیست، بنابراین اینا خیلی لابیل هست، با یه طوفان همه میخواد. خیلی متشکرم، وقت متاسفانه تموم شد. جناب مظفر شیروانی، خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر.